أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. در جلسه گذشته به مناسبت خروج شوروی از کشور عزیز قهرمان ما در 26 دل عرایزی را تقدیم شنوندگان عزیز کردن. یک مقدار دیگر هم باقی بود، خواستم که دوباره اونم تکمیل شود. در جلسه دیروزی عرض کردم که شوروی ها به همه جامعه گفتن، کمونیست ها یعنی مارکسیسم، که دین به درد بشر نمیخوره، دین مخدر شعوب ملت ها را به خواب میبره، این برای زندگی دنیا خوب نیه، دین ترک کنن. 180 درجه از واقعیت به دور بودن، نمیدانستن، یا اگرم میدانستن فقط مسیحیت مد نظر گرفته بودن که مخدر شعوب ملت را به خواب میبره. اسلام در طول تاریخ عزت و استقلال مسلمان را حفظ کرده. اسلام خشونت نداره، تجاوز نداره، ولی دفاع میکنه، جانانه دفاع میکنه. اینمی برکت دین و تعلیمات دین بود که در ام در حتی در افریقا هم تأثیر کرد و یک عده از کشورها آزاد شد. ای کشورهای بالکان با برکت جهاد ما آزاد شد، دیوار برلین از برکت جهاد ما آزاد شد، آسیای میانه از برکت جهاد ما آزاد شد. دین هیچ وقت مخدر شعوب نیه، دین هیچ وقت در مسیر ضد دنیا حرکت نمیکنه. دین میخواهد دنیا را تقویه کنه، غرایز حیوانی را کنترل کنه، عدالت اجتماعی را بیاره، ارتباط بشر را به خدا مستحکم کنه. یک موقع ما یادم میاد در یک کنفرانس بود در یک از کشورهای خارجی، امو زمانی که کشور ما اشغال شده بود، شوروی آمده بودن، بالاخره روسا صحبت کرده بودن، نماینده های شوروی آمده بود و صحبت کرده بود علیه مجاهدین افغان، ما نبودیم، نماینده های مجاهدین نبود. یک روز تاخیر شد که ما رفتیم به او کنفرانس در او کشور. اکنون که رفتم دیدم همون مسلمان هایی که نشسته بودن، گفتن آخر شما کجا بودیم؟ روسا خیلی علیه شما سمپاشی کرد، خیلی به شما بدگویی کرد که اینا مزدورای امریکای آمدن، اینا کاپیتالیزمن، طرفدار کاپیتالیزمن، نمیخواین که عدالت به طبقه کارگر مرد افغانستان برسه و امچی و امچی حرفا را گفت. خب چرا دیر کردین؟ گفتم خب دیگه تیاره دیر رسید، به هر حال نوبت به ما رسید. ما رفتم صحبت کردم، یک دزمی رهبرای جادی بود، به ما گفتن برو صحبت کن. ما رفتم صحبت کردم، خیلی مجلس کف زدن و صحبت ها خیلی شبیه کنفرانس، شبیه یک تالار رقص شد، خیلی مردم کف زدن. و ای شوروی ها چون از دیروز هم عقده ای بودن مردم که ای شوروی ها آمدن علیه مجاهدین صحبت کرده، ظاهرا یک مقدارم از هاوهوش از صحبت های منه بوده، اینا عقده ای شده بودن از صحبت های نماینده شوروی، خواستن که اونا را اذیت کنن، مصنوعی هاوهو هم یک مقدارش را اندخته بودن. خب بالاخره فردا دیگه شوروی ها خیلی ناراحت شدن. فردا صبح شد، رفته بودیم که صبحانه بخوریم در امو هتل که نماینده شوروی آمد. گفت اما گفت چری صحبت رو کردی؟ گفتم شما چری قرار میکنین؟ شما نکنین که من نگم دیگه، شما میکنین من میگم. خب صحبت زیاد شد، ناراحتی کردن. خب من ناراحتی کرده، صحبت زیاد شد که وقت شما رو نمیگیرم. یک موقع ما بهش گفتم ببین الان افغانستان شما به دهن خود انداختین، قصد بلعیدنش دارین که در شکم شوروی فرو بروه و یکی از اقمار شوروی شوه، هم استقلال سیاسی ما رو بگیرین، حاکمیت ملی ما رو بگیرین و حتی
همون موقع شایعات هم بود که میخواین افغانستان به چند جمهوری تقسیم کنن که ارتباط مردم قطع کنن، که بدون پاسپورت کسی از مزار مثلا به قندهار رفته نتوانه. هنوزور این چیزا او وقتا شایع بود. گفتم که شما الان مر به دهن خود انداختین و فشار میارین که مر از حلق خود پایین ببرین ببلعین. ما همین جلعن امیدواریم که گلوی شما رو پاره کنیم و از گلوی شما بیرو بیاییم، و اگر نتوانستیم، گفتم این دیگه تعلیمات دین ماه، ما سکوت نمی کنیم. اگر نتوانستیم ما را به شکم خود بردن، در شکم شما ایر مطمئن باش که افغانستان ولو به شکم شوروی هم بروه حزم شدنی نیه. شما ما را حزم نمی توانه، ما شکم شما را پاره می کنیم. وقتی که شکم شما را پاره کردیم، نه تنها ما بیرو میشیم که آسیای میانه را بیرو میکنیم، آسیای مرکزی را بیرو میکنیم. این گفتم یقین کن. این فکر کرد که یار فرمه با او گفتم خب شکم شوروی کی پاره میتوانست مگر بم اتمی بود. یک فکر کرد و ما گفت تو طرفدار جنگ اتمیه؟ یعنی شکم شوروی را غیر از بم اتم و هیدروژنی کسی پاره نمیتوانه. گفت تو طرفدار جنگ اتمی؟ گفتم نه، ما طرفدارش نیستم، ما طرفدار زورگوییم، طرفدار عدالتیم، مخالف زورگوییم. شما چی حق دارین که برای آسیای میانه حکومت میکنین؟ برای چی استقلال سیاسی اونها را گرفتین؟ برای چی کمونیسم به زور بر اونها تحمیل کردین؟ اونها باید آزاد شون. ما فقط روسیه را به رسمیت میشناسیم، نه شوروی را. اتفاقا او حرفایی که به او گفتم همه تو هم شد. آسیای میانه هم از شکم شوروی پاره شد و رفت، آسیای مرکزی و آسیای میانه هم از شکم شوروی ها بیرو شد. این کار ما گفتم و ملت مجاهد ما هم این کار را عملی کرده. اسلام هیچ وقت مخدر شعوب نیه، تریاک ملت ها نیه. اینا دروغایی بود که اونا میگفتن و این امو اسلام هم بود که بالاخره اونا را از بین برد. حالا یک سوال ای بود که برای چی آمد؟ دیروز من اونا را به شما گفتم که برای چی آمد، چرا رفت، چرا برگشتن مثل روز 26 دلو، برای چی برگشتن رفتن؟ خب گفتن دیگه، یک حرف را گفتن. اولا اینا مایوس شده بودن که دیگه پیروز نمیشن در افغانستان. زن مرد همه قیام کرده بودن در همه جا، اونا معتاد به تریاک شده بودن، چرس شده بودن از کرها مثلا، و شوروی ها فهمیدن. یک اولی که شوروی ها ناامید شدن که اشتباه کردن، مزدورای افغانیشان اونا رو فریب داده، این ملت قابل تسلیمیت نداره و اینا به هیچ وجه قبول نمی کنن که شوروی ها بیایه اونا دین خود از دست بدهن، یا اینکه استقلال سیاسی، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی خود از دست بدهن. ناامید شده بودن، خودشان خسته شدن. یک دیوم خیلی مصارف داشت، سالانه میلیاردها دلار باید برای افغانستان خراب شده به نظر اونا باید میدادن. ام نفرای خود اونا کشته میشد، ام کمونستای داخلی کشته میشد و هیچ کاری هم نمیشد. یک قسمتی از افغانستان هم در اختیار مجاهدین بود و اونا زور نداشتن که این پول بدین. اقتصاد شوروی قوی نبود او زمان، اقتصاد سوسیالیسم بود. اونا خیلی به از این کمرشکن شده بود برای اونا این مصارف که باید سالانه میلیاردها دلار برای افغانستان مصرف کنه. یکی بود. یکی دیگه که رابطه شوروی با دولتای اسلامی خراب شده بود دیگه. دولتای اسلامی اما از ترس داشتن که بعد از افغانستان نوبتی اونهای. ما فکر میکنم اگر افغانستان تسلیم میشد، پاکستان رفتن شوروی ها چندان مهم نبود، میتوانستن بگیرن.
این کشورهای قطی آسیای میانه، خلیج فارس، اینا خود به خود سقوط میکردن. یک دژ مستحکم بود برای جهان اسلام، سنگر مقدم جهان اسلام افغانستان بود با اون مقاومتی که مجاهدین کردن. رابطه دولتای کشورهای اسلامی با شوروی خراب بود. شوروی هم از این جهت در رنج بود، منافع خود از دست میداد. این سه دلیل: مصارف زیاد، خراب شدن رابطه دولت اسلامی، ناامیدی روس ها از اینکه مسلط شوند بر کشور ملت ما. میدن که مجاهدین روحیشان قویه. یعنی من یه حرفم بگم خدمت شما، من یاد منیم در طول امی 14 سال جهاد شاید غریبترین و مفلسترین مجاهد تمام احزاب، چی احزابی که در پشاور مستقیم بودن و چی احزابی که در ایران بودن، مفلسترین اونها حرکت اسلامی بود. هیچ کس به ما کمک نمیکرد، هیچ دولت به ما کمک نمیکرد. تمام عایدات ما از مردم بود، از مجاهدین که در مهاجرینی که در ایران بودن، گاهی مجانی میدادن، گاهی هم هجوعات شرعی خودمی خمسه که سالانه مردم شیعه میدن اونا رو میگرفتیم. و افغانیایی که در اروپا یا در امریکا بودن اونا خمس خود برای ما میفرستادن. تمام مصارف ما یعنی کمکای مردمی بود که مهاجرین افغانی در ایران از اونا میگرفتیم، سخنرانی میکردیم. با چه مشکلات یک سخنرانی را ما اونجا انجام میدادیم. و اونایی که وجوهات شرعی خود به ما میدادن، با تمام این مفلسی و زحمتی که اینا دیدن، من یاد من نیه شاید تمام احزاب همه تو بوده، این تنها به حزب ما مربوط نیه. ما امکانات هم نداشتیم، اصلیه درست هم نداشتیم، خوراکشان هم درست نبود. ولی من یاد من نیه که یک روز یک مجاهد آمده باشه به ما گفته باشه که دیگه جهاد نکنیم، بسه، یک کمی کنار بریم، با دولت مذاکره سیاسی کنیم. یرفار من از یک نفر نشنیدم. میبینین اونا میامدن از جبهات که رفیقایشان پیش رویشان پاره پاره شده بود، میامدن ما را تسلیت میدادن، میگفت ما را تقویه روی میداد، میگفت نه مجاهدین پیروز میشه، روزها شکست میخورن، روزها مندنی نیه، نمیتوانن که بمانن. اونا میامدن با ما را تقویه میکردن. این روحیه مردم بود. با این روحیه که این ملت داشته باشه هیچ وقت ذلیل نمیشه، زبون نمیشه، حاکمیت ملی و به دست مردم بیگانه نمیفته، ار تمامیت ارزیشان به خطر نمیفته، استقلال سیاسی خود حفظ میکنن در مقابل بیگانه. حتی یک عرف دیگر با اون اینه که میگن روسا الان در سال همین که پیشتر گفتم خروج روسا، الان امسال سال 1389 دیگه، کم مند یک ماه دیگه سال 90 میایه. اونا در 67 رفتن در برج در شیش جدی آمدن، یعنی شوروی ها رسما داخل شدن. در هفت ثور مزدورایشان آمد، در شیش جدی خودشان آمد، در 26 دل 67 هم رفتن. اونا پیشتر میگن میرفتن، یعنی تحلیلای من درست ایره یقین ندارم، ولی تحلیلای محللین سیاسی و ناظرین سیاسی و آگاهان ایره میگن که شوروی ها چند سال پیشتر میخواستن بیرو شون، ولی غربی ها نمیمندن اینا رو که بیرو شون. اونا هم از خود صحابه داشتن، میگو خوب اینجی بمانن، این مجاهدین کشته شو هم بخیر مایه، شوروی ها کشته شو انتقام ویتنام میگیریم از اینا، خوبه که اینا با هم بجنگن. چند سال بیشتر شوروی ها قصد داشتن که تر کنن، با این عسکر معتاد به هروئین و به چرس و به تریاک که در افغانستان حتی از سای منصبهشان معتاد شده بودن.
با او فشار فقر و مفلسی که در داخل بود شوروی ها مجبور شدن. این امیدیشان در سال 67 نبوده، شاید در سال 60 61 62 63 اون موقع میخواستن که شوروی ها بیروز شد و غربی ها بهانه‌گیری میکردن، همون قرارداد امضا نمیکردن. البته در اون قرارداد دیننگین مجاهدین نبودن، بین امریکا و بین شوروی این قرارداد امضا شده، سازمان ملل کار کرده، مجاهدین به دور بودن و قبول هم نداشتن. بالاخره اونا رفتن. خلاصه حرفایی شد که ام دلائل آمدنی اونا و ام دلائل بیرون رفتنی اونا را حذف کردن. ای افغانستان امروز به دست مایه. یک حرف دیگرم بگم، این بد نیست. خب اونا رفتن، ما پیروز شدیم، تا اینجا خیلی خوب بود. چرا خود مجاهدین نتوانستن حکومت اسلامی را ادامه بدین؟ مردم هم طرفدارشان بودن. یک نظریه یه که میگن خارجی ها نمانده، یعنی غربی ها آمدن، ما با اونا صحبت کردن که باید کمک کنین. اونا بهانه‌های گوناگون میگرفتن، گاهی میگفت کمک میکنیم، گاهی یک چیزایی میگفتن، ولی در کل معلوم شد که اونا حاضر نمیشن که به حکومت مجاهدین غربی ها کمک کنن. همونطور که روسا را نمیخواستن، مجاهدین هم نمیخواین. اگر مجاهدین به حکومت میرسید و کاری و اداری کشور درست میتوانستن، افغانستان کعبه سیاسی جهان اسلام بود. برای زیارت می آمدن اینجا. ولی میگم که خارجی ها مداخله کردن، همسایه ها مداخله کردن، راسته راسته، اونا مداخله کردن، شواهد زیادی داره. خود همسایه های ما به ما میگفت، بعضی هایی که متدین بودن، مسئولین بالایشان میگفت که الان وضع این دولت همسایه که سابقا با مجاهدین خیلی همراهی میکرد الان خراب شده، به جای شما کمونیستا رو بردن. حالا بحثه ایست که لازم نیه که آدم هر چیز بگه. به هر حال درسته مداخله خارجی بود، هم کشورهای دور هم کشورهای نزدیک، ولی بحث یک جای دیگریه که این دولت های خارجی مستقیم مداخله کردن یا از کانال احزاب جهادی مداخله کردن. دروغ گفتن که اشتباهه، منکر شدن واقعیت ها که اشتباهه. اگر خارجی ها مداخله کرده، از امیر ها مداخله کرده، کانالش همین احزاب، بعضی از احزاب جهادی بود. پس ایک مجرد این که خارجی ها مداخله کرده، اشکال سوال به آخر نمیرسه، جواب تکمیل نیه. میگن چرا ایتو شد که مجاهدین نتوانستن؟ باید بگویم که یک عده از مجاهدین، یعنی یک عده از کادرهای رهبری مجاهدین، نه همه احزاب، یک عدهشان تمامیت خواه بودن، همه چیز برای خود میخواستن. این قضیه موجب شد که ام خون شهدا فراموش شوه، ام حق ملت فراموش شوه، و ام شکست مجاهدین در پی بیاره. مردم بسیار طرفدار مجاهدین بودن، اینا را فرشته های نجات میدانستن، ولی وقتی که خود اینا کار خراب کرد، آبروی خود بردن. یک عده، من نمیخوام بگم همه احزاب، من میدانم در بین احزاب احزابی خوبم بودن، دست خودم به جنگ آلوده نکردن، ولی یک عده از احزاب هم در دوران جهاد اینا جنگای داخلی را براندختن، و هم بعد از جهادم در زمان پیروزی بین خود با اون قسمی که همه میدانن جنگیدن. مسئولیت شکست حکومت مجاهدین و پیامدهای امروزیش تمام بگردن اون های دیگه. ای اشتباهی که ما بیایم تعصب کنیم و به طور مطلق دفاع کنیم از مجاهدین، خدا را بخشم بیاریم و مردم را هم تریب بدیم، این کار درست نیست. یک عده از مجاهدین واقعا فرشته نجات بودن، ولی یک عده دیگه شان اونا تمامیت خواه بودن،
با وسوسه‌های شیطان گرفتار شده بودند و امونا باعث شکست حکومت مجاهدین شدند. حالا تفسیری چیه؟ شرح این اجران و این سوز جگر، شرح این اجران و این سوز جگر این زمان بگذار تا وقت دیگر. یا به قول او شاعر عرب، فکان ما کان مما لست اذکروه فظن خیرا ولا تسأل عن الخبر والحمد لله رب العالمین.